سه سال از سقوط نظام جمهوری و به قدرت رسیدن حکومت جدید در افغانستان گذشته. طالبان میگویند که امنیت سرتاسری رو برقرار کردند و نظامی اسلامی رو. یکی از نشانه های اون ساختن مسجدی شبیه مسجد بیت المقدس در یکی از بلندترین تپه های کابل است. در گفتگوی اختصاصی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، از نگاه او به مسائل بین المللی پرسیدم، از انتقادهایی که در مورد طالبان و حکومت اونها مطرحه و همینطور از اینکه آیا اونها به دنبال تنش زدایی با غرب خصوصا آمریکا هستند یا خیر. بسیار تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای متقی. سه سال گذشته از زمانی که شما و حکومت شما به قدرت برگشته، هنوز نظام شما به رسمیت شناخته نشده، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که کابل فتح شد، بعد از او فعالیت ما این بود که چطور بتانیم با نمایندگی های افغانستان در خارج کشور در تماس شویم. کلیله الحمد توانستیم که حدود 39 نمایندگی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و با ما همکار شده. بله. در قدم دوم خواستیم که چطور با کشورهای منطقه و جهان، خصوصا کشورهای منطقه، اعتماد زیاد شوه و رفت آمد زیاد شوه و تجارت خوب شوه، که الحمدلله در این دو عرصه خوب پیشرفت شد. در قدم سوم مرحله ای است که چطور در افغانستان پروژه های بزرگ شروع شوه، که حالی تقریبا آغاز شده، مثل پروژه کاسازر و ترانس افغان، خط اهن و تاپی. ما به اینا میرسیم. در این مشخص ما در مورد به رسمیت شناخته شدن ما میگیم که رسمیت شناخته نم همین مرحله وار است که چطور پاسپورت قبول شوه، ویزه قبول شوه، رفت آمد زیاد شوه، یک دیپلمات قبول شوه، سفارت همکار شوه و از طرف حکومت میزبان همکاری شوه که سفارت ما اونجا فعالیت داشته باشه. پس عملا تعامل زیاد شده ولی اعلان رسمیت تعالی واقعا نشده، که طبعا این موضوع سیاسی است، با کشورها تعلق داره، ولی تعامل که هست در تمام عرصه ها خیلی خوب شده. اگر مشکل سیاسی است، معناش این است که حتی یک کشور در دنیا نتونسته مشکلات سیاسی خودش رو با حکومت شما در این سه سال حل کنه؟ مثلا چین وقتی که سپور ما قبول میکنه، خود رئیس جمهور چین و اعتماد خط او را قبول میکنه، دیگه ما نمیفهم که در رسمیت چی مانده. بگذاریم از کشورهای بزرگ جهان، حتی یک کشور اسلامی حکومت شما رو رسما به رسمیت نشناخته، چرا؟ بعضی مسائل هست. مثلا اینجا که 20 سال جنگ تیر شده، در او جنگ حدود 50 کشور از بیرون آمده بود، 20 سال جنگ کرد، بعد از تو یک تحول بزرگ که همه کشورها شکست خورد و رفت. شاید این مرحله رسمیت شناسی هسته هسته ما پیش برویم، امیدوار هستیم که به سطح نرمال برسیم، ولی تا جایی که کارهایی که به رسمیت شناختن تعلق داره، ما میگیم که رفت آمد است، پاسپورت است، ویزه است، دیپلمات است، سفارتخانه است که در کابل باز است، بیرون از ما هست، در این کارا الحمدلله خوب پیشرفت شده. خب آقای متقی، حکومت قبلی شما دست کم حمایت رسمی سه کشور رو داشت، یعنی امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان شما رو به رسمیت میشناختن. آیا از نظر جایگاه دیپلماتیک، حتی وضع حکومت شما از حکومت 20 چند سال قبل هم بدتره؟ برتر خوب به این خاطر نمیگیم که آلی نمی تعاملی که امروز داریم به سطح جهان، یه از او تعامل خیلی بالاتر است، که اینجا پروژه های بزرگ شروع میشه، در 39 نمایندگی دیپلمات های ما قبول شده، او وقت فقط در 3 نمایندگی بود، آلی 39 هست، بسیار فرق داره. و همچنان هیئت های بزرگ بزرگ که میایه، ما هیئت های
افغانستان که میره به کشورهای دیگه، یه بسیار تفاوتی بزرگ است. یکی از مسائل اصلی که گفته میشه جلوه به رسمیت شناخته شدن حکومت شما رو گرفته رفتار با زنان هست در زمینه تعلیم و کار زنان. چقدر این رو قبول دارید؟ در باره تعلیم خوب باید بگویم که آلی هم تاسیم پیشش تقریبا 2.8 میلیون دخترها به مکاتب میره. در مدارس خود تا انتها هم علوم عصری است و هم علوم دینی است. و در باره کار در بعضی وزارتخانه ها، در صحت عامه، در تعلیم و تربیه، در وزارت داخله، در پاسپورت و در دیگه و دیگه هم کار میکنه. یعنی تو نیست که مطلق بند است، ولی یک محدودیت هست. طبعا بعضی مسائل داخلی هست که تبال معنی شده، ای طور نیست که مکمل بند است. یکی بر رسم شناختن با این تعلق داره، یه خود در قوانین ملل متحد ذکر نشده، نه در قوانین داخلی کدام کشور ذکر شده که اگر درباره تعلیم و کار زنان در یک کشور یه طور وضعیت بود و باید بر رسم شناخته نشوه، یه طور خما کدام جای ندیدیم. خب شما میگید تعامل و روابط با کشورها، فرض کنید که خیلی از کشورهای اروپایی، بله، در صورتی که یک حکومتی رفتار نادرستی با زنها داشته باشند از نظر اونها، در اون کشور زنها نتونن آزادانه تحصیل کنن و کار کنن، برای اونها بسیار سخته که با اون کشور به رسمیت بشناسن. پارلمان های اونجا، نهادهای مدنی اون کشورها چنین اجازه رو نمیدن به دولت ها. به نظر ما شاید 100% ما میتون نباشه. اگه میتون میبود، شما میبینی که رژیم صهیونیستی در غزه چکا دخترها و چکا بچه و چکا زنها و چکا موی سپیده به شهادت رساند، چکا خانه ها را بیران کدر، به چه اندازه مکاتب و مدارس و پانتونا بمبار شده، ولی اونجا بازی اینطور یک موقف نگرفته. معلوم شد که این موضوع امیتر هم نیست. اونها که اینجا 20 سال امرای ما در جنگ بود، وقتی که شکست خورد، طبعا پس که تعلقات نرمال میشه وقت میگیره. جالب هست، به موضوع فلسطین اشاره کردید و مناقشه‌ای که بین اسرائیل و فلسطین هست در کابل. نمادهایی از فلسطین و قدس دیده میشه، مثلا بر روی تپه وزیر اکبر خان. نگاه شما به این مشکل بین المللی چیه؟ سیاست رسمی شما؟ موضوع فلسطین موضوع امت اسلامی هست، یک. و آل خود شما میبینی که حتی کشورهای غیر اسلامی هم در حق فلسطین رای میده، حتی حکومت فلسطین بر رسمیت شناخت. نظر حکومت فعلی افغانستان، امارت اسلامی افغانستانی است که اسرائیل غاصبین است، تجاوزگر است، ظلم میکنه، ما ظلمشان رد و محکوم میکنه. در آغاز گفتگو کم و بیش به دستاوردهای وزارت خارجه اشاره کردید زیر ریاست شما. بزرگترین دستاورد شما در این 3 سال چی بوده؟ اگر به عنوان یک دستاورد بزرگ در مجموعه تحت ریاست خودتون بهش اشاره بکنید. به نظر ما بزرگترین دستاورد همی است که به تمام ممالک منطقه روابط ما خوب شده و در نتیجه خوب شدن روابط تجارت خوب شده و در نتیجه خوب شدن تجارت با مردم مظلوم و رنج دیده افغانستان یک نوع پیراخی آمده، یعنی چیزا ارزان شده، قیمتها خوب است. همی اثرات تعلقات سیاسی است که افغانی کرنسی ما هم ثبات پیدا کرده و قیمتها هم خوب شده، ربط آمد هم زیاد شده. خب آقای متقی، وقتی شما از رابطه خوب با همسایه ها صحبت میکنید، لابد مد نظرتون هم هست که رابطه حکومت شما با حکومت پاکستان دچار تنش شد، یک، و صدها هزار مهاجر افغان همین اواخر از پاکستان اخراج شدند. اینجا باید دیپلماسی فعال باشه، باید کار دیپلماتیک گسترده صورت بگیره که جلوی چنین اموری گرفته بشه. یک فعال شدن دیپلماسی است، فعالیت دیپلماتیک است. یکی از کی تصمیم گیری یک کشور دیگه،
یکی اونها چه تصمیم گرفتی با اونها تعلق داره. ولی آقای متقی اونها میگن که حکومت شما از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنن، به همین دلیل ناراضی هستن از عملکرد حکومت شما. به نظر ما یک تهمت است. ما هیچگاه از اونها حمایت نکردیم و تی تی پی کدام حرکت امروزی نیست، بسیار سابقه داره. فعالیت هایش در پاکستان، در داخل پاکستان جریان داره. ما تا جایی که مسئولیت افغانستان هست، افغانستان مسئولیت خود ادا کرده. یکی اونجا مشکلات دیگه داخلی هست، اون گپ دیگه است. چطور مسئولیت خودش رو ادا کرده؟ ادعای پاکستان این هست که اعضای تحریک طالبان پاکستانی در مناطق مرزی و بعد داخل خاک افغانستان آزادانه رفت آمد میکنن، سلاح دارن و حتی پناه میگیرن. شما در جریان هست که در 20 سال که امینجا اشغال بود، اداره قبلی که امینجا حکیم بود، اونها یک سیمی خاردار را تیر کرده. یک اونها اردو داره که اردویشان قریب به 1 میلیون میرسه، پلیس داره، استخبارات داره. پس اونمو حملات که در داخلی پاکستان میشه ما خود ذمه‌وار او نیستیم. اگر از خاک افغانستان به اونها کدام حمله شده باشه ثبوت پیش کنه، یعنی بانجویی باید نشوه، نباید اینطور اقدامات شوه که تعلقات دو کشورهای همسایه خراب شوه. دولت پاکستان رابطه خوب و گرمی داشت با جریان شما، سالهاست که اینطور بود. چرا این رابطه الان دچار مشکل شده؟ اگر مسئله تی تی پی یا حمایت از تحریک طالبان پاکستانی نیست، بارها مرز بسته شد، بارها درگیری مرزی رخ داد. شما در مورد رابطه خوب با همسایه‌ها صحبت میکنید و 600 هزار مهاجر و پناهجوی افغان در همین ماه یک سال اخیر از پاکستان اخراج شدند. به نظر ما اگه این پرسان از اونها شو که چرا، تا جایی که به ما تعلق داره ما مسئولیت خود ادا کردیم، در بخش ترانزیت به اونها راه دادیم، تا جایی که مسئولیت داریم خاک خود محفوظ کردیم، از خاک افغانستان به اونها کدام حمله صورت نگرفته، بارها اعلان کردیم که ما و شما باید مسائل از رای تفاهم و از رای دیپلماتیک حل کنیم. یعنی با ما کدام تعلق نداره، تا جایی که مسئولیت از او ادا شده. حالی که باید از اونها پرسان شوه که چرا مهاجرین به این شکل خارج شده. همین مشکلات که بیش با ایران هم هست. مثلا همین الان عده زیادی از مهاجرین افغان در ایران شکایت دارند. ما با اونها که صحبت میکردیم حتی یکی از حرفاشون این بود که وقتی ما دولتی نداریم که از ما حمایتی بکنه این وضعیت ماست. یعنی شما در جریان هستید در 20 سال گذشته کدام به این اندازه بندیا و اسیرای افغانستان از ایران به افغانستان آورده شده؟ ما بیش از 2000 بندی انتقال دادیم و اونجا سفارت ما، کنسولگری های ما هر روز به هر ولایت میره، خدمات انجام میکنه، رسیدگی میکنه. یعنی اینمی خدماتی که در اینمی 30 سال شده باور بکنید اینمی 20 سال گذشته نشده. یکی مشکلات هست با میلیون ها مهاجرین است، طبعا مشکلات خواست. دیگه ای است که اینمی کشورهای منطقه، یه طبعا هر کشور مشکلات اقتصادی داره، در داخل مشکلات امنیتی داره. یه اینطور نیست که یه خدا نخواسته با آمدن امارات اسلامی اینطور شده. درست. شما اشاره کردید به رابطه خوب با چین. رابطه خوبی با چین دارید. اشاره هم کردید که سطح رابطه تقریبا نزدیک به سطح رابطه رسمی است. آیا سیاست خارجی شما سیاست نگاه به شرقه؟ نه، سیاست فعلی ما سیاست متوازن هست. ما نمیخواهم که بعد از افغانستان یک میدانی رقابت های منفی قوت های جهان شود. ما طوری که با چین و با کشورهای منطقه تعلقات خوب میخواهیم، با دیگر کشورها هم همینطور تعلقات میخواهیم. ما در سیاست خود سیاست متوازن
پیش گرفتیم، سیاست اقتصاد محور که به دیگه هم پایده میتیم، خودم پایده میگیریم و میخواهیم که افغانستان بعد از این میدانی رقابت های مثبت و اقتصادی شود، چون که افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیایی که داره باید به مرکز ترانزیت بدل شود، به مرکز تجارت بدل شود، به مرکز اتصال بدل شود در مابین شمال و جنوب، در مابین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. و در این باره ما الحمدلله هسته هسته خوب پیشرفت داریم که امیدوار هستیم که اینمی اطمینانی که علی کشورهای منطقه حاصل شده، پروژه های بزرگ بزرگ هم شروع شود و بالاخره کشورهای مثل کشورهای غرب هم تعلقات خود را با ما عادی بکنه. خب آیا تلاشی صورت گرفته که با کشورهای غرب شما رابطه رو عادی بکنید، مثلا با آمریکا؟ من وقتی در کابل راه میرم به نظرم اینطور میاد که حکومت شما همچنان یک حکومت ضد آمریکایی است. ما در وقتی که مذاکرات داشتیم در دوحه با آمریکایا، اونجا هم گفتیم آله هم میگیم که ما یک فرد آمریکایی در یونیفرم نظامی در افغانستان قبول کرده نمیتونیم، ولی اگر شما در یونیفرم دیپلمات میایی مشکلی نیست، اگر برای تجارت و اقتصاد میایی مشکلی نیست. وقتی که ما با اونها روابط اقتصادی و سیاسی میخواهیم، پس چی معنی داره؟ خوی معنی نداره که ما دشمنی میخواهیم. ما میخواهیم که بعد از افغانستان با کشورها درگیر نشیم. ولی خب آمریکا هم همچنان در کنار بسیاری از کشورهای دیگر هفتگی به اقتصاد افغانستان کمک میکنه، کمک های مالی زیادی در اختیار افغانستان قرار میگیره. شما این رو آیا نشانه ای از طرف آمریکا تلقی نمی کنید که اونها مایل هستن با شما رابطه برقرار کنن ولی ملاحظات خودشون رو دارن، از جمله مسائل حقوق بشری، از جمله مسائل زنان؟ کمک هایی که از طرف کشورهای شده خصوصا آمریکا، اونمو سیستمی که از سالها در چوکات ملل متحد فعال است با اونها کمک میکنه، اگه موسسه باشه، سازمان باشه، انجوز باشه، با او کمک میکنه. یعنی یک دلار هم با حکومت افغانستان در نیمه سی سال گذشته کمک نشده، یک دلار با بودجه امارت اسلامی افغانستان نرفته. حتی این نمی کمک ها که اعلان میشه داری و هم شامل است که به ده ها هزار کسانی که با امرای شان کار کرده بود از افغانستان که بیرون میکنه، برای اونها اطلاع میگیره، برای اونها تیاره ها را چارتر میکنه، با امریکا میرسانه، با اروپا میرسانه، اون مصارف هم در این شامل است. اینجا که در افغانستان شما میفهمید که حدودی 25-30 سازمان فعال است، سازمان های جهانی مثل صلیب سرخ و یوناما باشه، دکترای به سرحد باشه و دیگه و دیگه، یونیسیف و دیگه، همه که فعالیت داره. خب برای مصارف ضرورت ولی از اونها مالیات گرفته میشه، یعنی مستقیما از اونها پول دریافت میکنه دولت؟ نه، هر کمکی که به خاطر کمک به افغانستان میآید، گمرکات ما او را از او مالیه نمیگیره. اگر دبلیو پی چیزا میاره، اگر دیگه موسسات میاره، این یک تبلیغات است. اگر از اونها پرسان شوه، این واقعیت است. و اینمی 30 سال که بچه را کم تیر شده، شاید در 20 سال همی طور نبود، هیچ مداخله در کارایشان نشده. یکی مردم افغانستان نیازمند کمک ها هست و اونها به موسسات کمک میکنه، موسسات به مردم کمک میکنه، یک گپی علیحدہ است. در این تیاره ها استعمال میشه چرخبال و چی و چی، و دفاتر داره، ترانسپورت داره، بلند بلند معاشا داره، اونمو پیسه که میآید این مصرف میشه. آقای متقی، شما گفتید که اگر آمریکایی ها در یونیفرم دیپلمات میان یا به عنوان بازرگان میان، شما حاضرید با اونها کار بکنید. افراد حکومت شما در فهرست سیاه آمریکا هستند، در فهرست سیاه سازمان ملل متحد هستند، ولی گاهی سفر میکنن، خود شما سفر میکنید. آیا اجازه ای از آمریکا گرفته میشه در این زمینه؟ نه، هیچگاه از آمریکا اجازه گرفته نمیشه. یه تعلق داره به ملل متحد. ملل متحد اونجا کمیته داره، کمیته شورای امنیت داره که در او کشورهای بزرگ جهان داخل است.
از اونها اجازه گرفته میشه، اونها اجازه میده، هیچ وقت ما از امریکا اجازه نگرفته. مثلا وقتی که آقای سراج الدین حقانی به منطقه سفر کردن، از همینجا اجازه گرفتن؟ از ملل متحد، از سازمان ملل متحد، از سازمان ملل، از کمیته در سازمان ملل متحد اجازه گرفتن. کسی که برای تعزیرات وضع شده، از او یک لیتر روان میشه و اجرات میکنه. درست. خود شما چی تا حالا اجازه گرفتید برای سفرهاتون؟ ما خو اکثر از طرف کشورها دعوت میشیم. وقتی که دعوت میشیم و کشورها از اونها اجازه میگیره، بس به ما ویزه میده، ما میرم. در مورد افرادی که تحت تعقیب به حساب میان از طرف آمریکا یا افرادی که در فهرست سیاه هستن، آیا نمیترسید که اتفاقی مشابه چیزی که برای آقای هنیه افتاد در مورد مقام های شما بیفته در خارج از افغانستان؟ یک چیز خدمت شما عرض کنیم که مجاهدی هیچ وقتی ترس نداره. اگه این ترس ما مردم می داشتیم این همه 20 سال مقابله که فضا همه از تیاره ها پر بود و امریکا اعلان کرد که ما در زمین حتی 2 اینچ هم می بینیم، ولی بسیار از کلانای ما شهید شده، مجاهدین شهید شده، این پروا مجاهدین نداره. البته یک چیز باید بگویم که در توافقی که در دوحه شد، اونجا مسئولیت امریکا بود، وعده کرد، نوشته کرد، امضا کرد که مسئولین امارت اسلامی افغانستان باید از لیست های سیاه دور شوه. هنوز نشد. هنوز نشد. کاری کردید در این زمینه شما به عنوان نهاد دیپلماتیک این حکومت؟ یعنی اونمو کار خیلی بزرگ بود که در توافقنامه دوحه جابجا شد. بعد از او هم وقت به وقت تعقیب کرده. درست. اشاره کردید که فضای افغانستان در اختیار آمریکا بود، هنوز هم هست. ایمن الظواهری کشته شد. در این زمینه چی فکر میکنید؟ آیا همچنان تهدید رو حس میکنید از طرف آمریکایی ها در افغانستان؟ در این باره با آمریکایی ها وقت به وقت صحبت شده و ای هم یک تخطی هست که اونها میکنه. کی با کی صحبت کرده اگر مشخص تر صحبت میکنیم؟ مثلا خود شما با آقای بلینکن تماس گرفتید؟ ما با نماینده خاصی امریکا که همراهشان تقریبا هیئت 18 نفری و 20 نفری میباشه چند دفعه در دوحه صحبت کردیم و بعض اوقات دیگه کسای شهم میایه به دوحه میایه، همراه شاهین صاحب و دیگه برادران میبینه. با همه این همی چیز واضح شده که یه تخطی واضح هست، یه باید نشه. یکی از موضوعات که اخیراً پیش اومد این بود که تقریباً 14 نمایندگی سیاسی در اروپا و در جاهای مختلف جهان فاقد اعتبار اعلام شده از طرف شما. خیلی کار افغانها در خارج از افغانستان رو سخت کرد، متوجه این هستیم؟ بله، 30 سال ما تلاش کردیم که این نماینده های تعامل بکنه، با مرکز تماس داشته باشه، اونجا فساد و اختلاس که وجود داره و خاتمه پیدا کنه، ولی متاسفانه نشد. بالاخره مجبور شدیم که او فاقد صلاحیت اعلان کردیم. ولی اینمی موضوع هموطنان ما که در اروپا زندگی داره او هم در نظر گرفتیم، ولی اونها میتونه که با منشن مراجعه بکنه، با اسپانیا مراجعه بکنه، با هلند مراجعه بکنه، با چکو، با بلغاریا، و هر جایی که نزدیک باشه. علاوه از این کوشش میکنیم که برای اونها بعضی خدمات آنلاین هم شروع کنیم و بعضی که با افغانستان میایه طبعا نشست میکنه یا در استانبول یا در انقره یا در ایران یا در دبی و در امارات میشه که از اونجا هم خدمات. ولی میدونید که خیلی سخته. شما فرض کنید که حتی در خود آلمان اگر یک افغان بخواد از برلین بره به منشن یا مونیخ، باید صدها کیلومتر راه رو طی بکنه. یعنی چاره چی است؟ علی خو کشورهای مسئولیت داره، تمام جهان با ما یک سفارت تو نشان بیتی که با کشور خود، با حکومت خود، با مردم خود تماس نمی باشه و اونجا اجرات میکنه و بجای $10 $100 میگیره، بجای $100 $2000 میگیره. این خوب یک فساد است، یک رای حل میخواه. و خدمات کنسولی از جمله خدمات بشری میآید که باید کشورهای میزبان هم در این توجه بکنه. درست. من یکی دو تا سوال دیگر هم مایلم از شما بپرسم. خیلی وقت شما رو نمیگیریم چون مفصل با شما صحبت کردیم. روزی که حکومت قبلی سقوط کرد شما کجا بودید؟
ما در طرفای کندهار بودیم، روز فیصله کردیم که رهبری فیصله کرد که مجاهدین باید به کابل داخل نشوند. وقتی که مازیگر شد از کابل رابطه ها زیاد شد که اینجا چورچاپاول شروع شده و اشرف غنی فرار کرده، از برای خدا اگر شما داخل نشوی کابل چور میشه. پس فیصله شد که چطور بتانیم زود داخل شویم. باز فیصله شد که در مازیگر و شام مجاهدین کمانده داده شد که او داخل شده، امنیت شهر گرفتن. ما و نمو شب حرکت کردیم از قندهار، صبح کی به کابل رسیدیم. باز که رسیدیم از طرف جناب امیرالمومنین صاحب به ما هدایت داده شده بود به توسط مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد که همراهش نزدیک بود که شما برو که اونجا کلانهای رژیم سابق، اداره سابق به او کدام توان نرسه. ما که اینجا آمدیم پس پرسان کردیم که حمید کرزی کجاست، دکتر عبدالله کجاست و دیگه کلانه. باز که پرسان کردیم کلیشان در خانه دکتر صاحب عبدالله بود. باز اونجا رفتیم اطمینان دادیم که شما باید تشویش نداشته باشی، وضعیت امنیتیش دیدیم. بعد از این دیگه کارا شروع کردیم. وقتی که شنیدید رئیس جمهور قبلی افغانستان اشرف غنی فرار کرده، واکنش شما چی بود؟ کجا بودید؟ چطور خبر به شما رسید؟ طبعا خوب زمانه سوشل میدیا است، هر خبر دیگه که بعد که نشر میشه، ولی ما پیشبینی داشتیم که هر کی او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری تپلی با قرصی نان دهد. با اشرف غنی نمی قدرت بسیار با ارزانی با دست داده شده بود از طرف امریکایی ها، از طرف خارجی ها. وقتی که فشار می آید باز طبعا فرار میکنه. شما سرپرست وزارت امور خارجه هستید و دولت فعلی هم دولت سرپرسته. تا کی دولت به شکل سرپرستی اداره میشه؟ این خود تعلق میگیره به تصمیم گیری رهبری که تا چه وقت مصلحت دیده. شما هم جزء حلقه رهبران این حکومت هستید. به هر حال تا فعلا خود مصلحت دیده، بعدا که مصلحت در تغییر میبینه تغییر میکنه. مشکلی نیست. از نظر شما شاید مشکلی نباشه، ولی برای مردم این سوال هست که یک سوال است، مشکل است. سوال دیگه که پس که مشکل از سوال پیدا نمیشه. مشکل نیست انشالله. ما اگر وزیر دائمی باشیم یا وزیر سرپرست باشیم همین خدمت میکنیم، استقلال میکنیم. و بسیاری از کسانی که از حکومت شما انتقاد میکنن میگن که این حکومت فرد محوره. حکومت‌های فرد محور شکلی از حکومت‌های دیکتاتوری هستند، یعنی یک فرد در بالا نشسته و تشخیص میده. این حکومتی انتخابی نیست. پاسخ شما چیه؟ اول خوب باید بگون که در کشورهای جهان بسیار از کشورها هست که حکومت انتخابی نداره. خوبن اون کشورها؟ یک. و دومی است که ما الحمدلله وزرا داریم و شورای وزیران داریم. کارهای اجرایی اکثر یه میکنه. رهبری داریم، رهبری وقت با وقت مشوره میکنه. یعنی این طور نیست که یک فرد حتما همه فیصله ها به هر رقم که میشه میکنه، مشوره میکنه الحمدلله، پیشنهادات قبول میکنه. یعنی تا به حال خود از این ناحیه کدام مشکل روبرو نشده. یعنی ممکنه که شما تصور کنید که روزی به طرف انتخابات حرکت بکنید؟ تا به حال خود تصمیم گرفته نشده، به این خاطر که در افغانستان نمی نسخه انتخابات تجربه شد، کدام نتیجه نداد. مشکل افغانستان به چه شکل خوب حل میشه؟ در 45 سال اولین مرتبه است که تمام افغانستان تابع حکومت مرکزی است. یک، در تمام افغانستان امنیت است. دو، و مردم در داخل کشور کارهای اقتصادی را شروع کرده. یعنی اونم اقتصاد کاذب از بین رفته، مردم هر کس در جای خود به کار آغاز کرده. اینمی صورت حال که پیلا آمده یه سابق مثال نداشت. پس یکی خوب نتیجه داده، اینمی رو باید دوام داده شد. خیلی ممنونم از شما. خیر ببینید. خیر ببینید.